آرامش امشب آسمان سهم قلبتان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینده های خوب برنامه امشب. امیدوارستم همیتان خوب باشین، صحت باشین، سلامت باشین، لباس عافیت و تن داشته باشین و امشب هم در یکی دیگر از برنامه ها با شما عزیزان هستیم و داشته های امشب ما را تقدیم شما عزیزان میکنیم. خوشحال هستم که مهانی دانیال به اتفاق همکار بسیار خوبم جناب استاد کاظمی و مهمان های خوب ما و خداوندی که امشب هم فرصت داد تا با شما باشیم و تیم زحمتکش امشب داشته ها را تقدیم شما عزیزان کنه و امیدوار هستم که روز دوشنبه تان را به خیر و خوبی به پایان رسانده باشین. مطمئنا صبح هایی که شما از خواب با برنامه بیدار شوین، روزتان را با برنامه سپری کنین مطابق اونمو پلانتان، مطمئنا که در آخر روز کمین لحظه از دیگه در شب به یک نتیجه خوب دست پیدا میکنین و امیدوار هستم هر صبح که از خواب بیدار میشین با برنامه و با پلان باشین. با زمستان هم دیگه که کم کم خدافزی میکنیم، زیاده از دوستا، زیاده از خانما خب آمادگی میگیرن به خاطر آمد آمد فصل بهار و امیدوار هستم که در این شب روزا زیاد خسته نشین، چون دیگه معمولا زیاد از خانما مصروف همو پاککاری و صفاکاری خاص خودشان هستن. و هر صورتش امشب هم مثل همیشه روی یک موضوع مشخص میخواییم صحبت کنیم با مهمانای خوب ما و داشته های امشب ما را تقدیمتان کنیم. امشب ما خواستیم در مورد کرایه نشینی صحبت کنیم. کرایه نشینی، هر زمانی که میگیم کرایه نشینی مطمئناً هزار حرف و عدیز به ذهن ما میایه، جمله یا واژه‌ای که به تنهایی خودش هزاران معنا را میتونه افاده کنه. کشور زیبای ما افغانستان در حال حاضر شهروندان بیخانه‌ای هم دارند که از نداشتن خانه رنج میبرند. در سال 2019 بر اساس برآورده های بانک جهانی جمعیت افغانستان برابر بود به 38 میلیون تن، اما در حال حاضر جمعیت افغانستان 34.3 میلیون است. با آنکه خانه داشتن یا اینکه یک فرد صاحب خانه شخصی خودش باشه از آرزوهای دیرینیش میتونه باشه، چون اگر ما از کودکان هم بپرسیم، کودکایی که بسیار خرد هستن، کوچک هستن، در کنار از اینکه شوق و علاقهشان نسبت به یک رشته میگن، با آن هم میگه که من باید یک خانه شخصی از خود داشته باشم یا یک موتر شخصی از خود داشته باشم. یعنی تمام انسان ها در روی زمین دوست دارند که صاحب یک خانه شخصی باشند. شب روز زحمت میکشند، تلاش میکنند تا بتونند که ماهانه درآمد خوب داشته باشند و صاحب یک خانه شخصی شوند. اما بعضی از عزیزان هم هستند با آنکه تلاش میکنند و زحمت میکشند خانه ندارند و کرایه نشین هستند و کرایه نشین بودن یا اینکه در یک خانه زندگی کنی و ماهانه یک مبلغ پول به صاحب خانه پرداخت کنی مشکلات خاص خودش داره، از بود اقتصادی، از بود فرهنگی. یعنی یک شخص که کرایه نشین است مطمئنن که با مشکلات و چالش های خیلی زیاد روبرو است. و امشب ما میخواییم در رابطه به امین موضوع با مهمانای خوب ما صحبت کنیم که یک فرد که کرایه نشین است دقیقاً چه مشکلات را متحمل میشه، یا در کنارش زمانی که خب میگن باید خانه را تخلیه کنی و بر خودت دنبال خانه باشی، زمانی که دنبال خانه میگرده، پشت خانه میگرده، با ما اصطلاح عامی که میان ما افغان ها است، تمام این موارد چالش است، مشکل است. به هر صورتش امشب با ما باشین تا ساعت 10 از داشته های امشب برنامه ما لذت ببرین. جا دارم یاد کنم از مهمانای خوب ما که امشب هم زحمت کشیدن، تشریف آوردن به برنامه ما. البته آقای حامد تلاش، آقای مسائل روانی و همچنان بانو نفیسه سحر کریمی فعال اجتماعی هستند که امشب با مهمانای خوب ما به چیستی و چرا آی این موضوع بیشتر میپردازیم و امیدوار هستم که شما هم با ما باشین. زیاد از دوستان میخواین که مهمان ما باشن در برنامه امشب. خوب است که شماره واتساپ هم امرایتان شریک بسازم، یادداشت بگیرین پیش خودتان، زیرنویس هم میشه، میتونین که داشته باشین شماره را پیش خودتان و راحت در مورد استعدادتان، تواناییتان یا هر موضوعی که دوست دارین صحبت کنین بنویسین. شماره واتساپ ما 0711-99-52-67 همیشه وقت و فعال در خدمت شما. اما خواهشان تماس نگیرین، فقط در مورد استعداد خودتان بنویسین، حتما یک شب ما با پارتی خوشمزه از شما پذیرایی میکنیم. خیلی تشکر میکنم از امرایی گرمتان. تا این دم رفت و برگشت کوتاه، دوباره برمیگردیم تا ساعت 10 در برنامه امشب و ادامه برنامه ماریاری کنیم. با
بازم خوش برگشتید. من به نوبت خود سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شما بیننده عزیز و همچنان تشکر میکنم از همکار بسیار خوب ما بانو هانیه دانیال که در بخش اول توضیحات بسیار مفصلی را در رابطه با خانه و کرایه خانه و گرانی کرایه های خانه با شما صحبت های را داشتن. و همچنان سپاسگزار هستیم از حامی مالی برنامه. اگر میخواهید ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی سعادتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید. در این لحظه مهماندار هستیم برادر عزیزم حامد تلاش، سخنران انگیزشی و آگاه مسائل روحی و روانی. خیلی زیاد خوش آمدید که همراه ما در اختیار شما. سلام مقدمه. سلام، عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما استاد بزرگوار و تمامی بیندگان برنامه زیبای امشب. آرزو میکنم که خوب و صحتمند باشید انشالله. آقای تلاش، ما در رابطه با خانه و کرایه خانه و به اصطلاح گرانی ها و ارزانی ها و شرایط اقتصاد وقتی که صحبت میکنیم، پرسش اول من قسمی است که وضعیت کرایه های خانه در حال حاضر در کلان شهری مثل کابل چه قسمی است از دید شما؟ خب اگر از دید ما بیایم بحث کنیم روی موارد کرایه نشینی، اوضاع اقتصادی را باید مد نظر بگیریم و همچنان کار و شغل و وظیفه که شهروندای ما دارن ندارن و دچار کدام مشکلات و سختی هاست. دقیقاً. و از بود اقتصادی وقتی میایم روی مسائل کرایه نشینی در افغانستان و خصوصا در کابل صحبت میکنیم که مرکز عمده تجارتی میباشه و یک سلسله مواردی را مثلا مد نظر میگیریم، بنابر بعض مسائل مثلا فرصت های شغلی در کابل زیاد است و فرصت های دیگر، از این لحاظ کرایه و سطح کرایه اندک بلندتر درست است. حالا گاهی اینطور احساس نکردین که برخی از کرایه صاحبخانه ها در حق کرایه نشین های خودشان کمی جفا میکنن؟ کمی جفا اگر بگیم یا بیشتر جفا بگیم، در خصوصا در این شرایط. خب گذشته هرچی که گذشت دیگه او وقت از مردم میتونیم خوبم بگیم، خوبم بود، میتونستن که از عهده بعض مسائل برایم، یعنی کرایه خود را به وقتش تأمین کنن، ولی در شرایط فعلی اگرچه یک ذره کاهشم کرده کرایه ها، ولی فکر کنم باز هم کرایه نشین ها دچار مشکلات سختی هستند که نمیتونن کرایه خود را به وقتش تأمین کنن و در همچون شرایط احساس میکنم که صاحب خانه ها باید یک کم عدل باشن و انصاف را مد نظر بگیرن، به خاطر که فرصت های شغلی از بین رفته و بیشتر مردم ما روی خط فقر قرار گرفتن. خیلی جالب است آقای تلاش که وقتی این صحبت ها را ما میکنیم و خیلی از کرایه نشین ها به شمول خودم وقتی که ما مطرح میکنم، صاحب خانه ها هم از یک طرف خود را ذی حق میدانن، میگه خب یکی از منبع های درآمد ما همین خانه هایی است که با هزار سختی و جنجال جور کردیم، حالا میخوایم که یک امرار معاش از او داشته باشیم. بله، خب در شرایط فعلی ما اگر فکر میکنم بعض صاحب خانه ها خانه هایشان را میسازن به خاطر تجارت، ولی باید از مد نظر بگیرن وضعیت مردم ها. چرا که ما در شرایط قرار گرفتیم که باید دستگیر باشیم، دست یک دیگر خدا بگیریم و با یک دیگر همکاری داشته باشیم و دست یک دیگر را بگیریم در همچون شرایط. درست. بله. آقای تلاش، کابل شما بهتر میفهمین که روی خط زلزله هم قرار داره. بله. از یک طرف وقتی که بحث تجارتی مطرح میشه، خانه ها فقط آباد میشه به خاطر از اینکه کرایه نشین بره بشینه، پول دریافت، بدون از اینکه سی اف دی شه، بدون از اینکه امنیت اون خانه ها را در نظر بگیره و یک جنجال بسیار کلان هست و یک نگرانی کلان هست، خدای نکرده اگر زلزله چیزی پیش بیای خانه ها فرو بریزه، این یک نگرانی هست که برای کرایه نشین ها وجود داره. اگر قرار باشه که ما از نگاه معیاری که حداقل چند سبایی که همون کرایه نشین در خانه میشینه، از نگاه روحی هم راحت باشه که مبادا خدای نکرده در کنار از اینکه کرایه خانه رو پرداخت میکنن مشکل دیگه برایشون پیش نیاد، پیشنهاد شما چی است؟ پیشنهاد ما اولا برای شهرداری است. کسایی که در رأسش قرار دارن باید یک نقشه معیاری را برای تمام مساکن و نقاطی که میخوان دوباره تاسیس کنن یا بسازن یا چی بگیم میخوان اعمار کنن تعمیرها را، باید برایشان سلسله مقررات را در میان بگذارن تا بتونن به مشکل درست جالب بسازن. جالب هم همینجا است که وقتی که ما با شاروالی ها صحبت میکنیم، به خصوص با شاروالی کابل، اونا میگن که ما بر اساس پلان و طرز العملی که داریم
تمام تلاش ما ای است که خانه ها بر اساس نقشه و معیار باشه. بله. اما یک تعداد متاسفانه خانه های خودسری که می سازند و خانه هایی را که می سازند و می خواهند که با مو حد توان خودشان و زور خودشان و پولی که در داخل جیب خودشان دارند خانه را می سازند. گفتنید به اونا چی است؟ ما شاهد بودیم که در حکومت قبلی هر کس که پول به دست می آوردن یک تعمیر می ساختن بدون در نظر گرفتن نقشه هایی که آیا برای آینده کشور خوب است نیست، بدون در نظر گرفتن این موارد زلزله را که پیشتر شما ذکر کردین، بدون اینا فقط میخواستن تعمیر بسازن و به خاطر تجارت یک درآمدی داشته باشن. بله، از اون طرف درآمد دریافت کنن. حالا بیایم از یک زاویه دیگه هم نگاه بکنیم، جدای از بلند منزل ها، جدای از این که خانه هایی که حداقل با سبک معیاری تر و اصولی تر ساخته شده، ما خیلی از خانه های قدیمی را داریم که حولی ها به همون شکل سابقه هنوز هست، پختکاری نشده، خامه هست، حتی سقف هایشان را وقتی که نگاه میکنیم، وقتی که پشت بام هایشان را میبینیم، هنوز هم کاهگلی هست. بله. چندین خانواده با چندین فرهنگ در اونجا زندگی میکنن. از یک نظر من پرسش من ای است که چه مشکلاتی برای از اونا ممکن است پیش بیاید به خاطر امو چند فرهنگی بودن، و از نظر دیگه و از منظر دیگه چه خوبی هایی را میتونه داشته باشه؟ خب اگر از بعد اجتماعی و فرهنگی بالاش بحث کنیم، شاید در بحث تربیت اطفالشون چند فرهنگ با هم یک جای شون، طبعا چند فرهنگ چند تربیت را با وجود میاره، به بار میاره که فرزندای اونا فردا در جامعه جوابگوی میباشن، با چه شکل تربیت میشن، چگونه رفتار میداشته باشن و چگونه نشست برخواست میداشته باشن. اگر از لحاظ مسائل داخلی خانواده بحث کنیم، شاید در بین از خانه بعضی مسائل دیگر ایجاد شد. حتی ما شاهد هستم که در بعض خانه هایی که با هم مشترکانه زندگی میکردن، بالای برقش یا برق مشترکش یک بعضی کشمکش های ایجاد می شده، یک جنجال های زیاده را در خود داره. ولی من تو جایی که فکر می کنم زندگی که مستقل باشه خوبتر است، بخاطر که می تانیم به تمام مراحلش رسیدگی کنیم از اینکه مشترک باشیم. شما میگین زندگی مستقل باشه؟ بله. یعنی خانه ها مستقل باشه؟ مستقل باشه. خود شما خانه از خودتان است یا کرایه نشین هستین؟ شکر از خودم است، کرایه نشین نیستیم. خب گاهی خود را به جای کرایه نشین احساس کردین؟ خب ما مسئول یک نهاد آموزشی هستم، اونجا کرایه نشین هستم، به اصطلاح در اونجا کرایه نشین هستم، کرایه نشین هستم، کرایه میتم و حس کردیم. بله، و خصوصا در این شرایط که میبینم چقدر سخت است. خب اون یک بحث کرایه نهاد هست. بله. که شما کرایه پرداخت میکنین. اما به عنوان یک کسی که قرار است در یک جای زندگی کنه، اطفالی داره، خانواده‌ای داره، کودکانی هست، بله، اینطور احساس تالا داشتیم که چه سختی هایی ممکن است از نگاه روحی داشته باشیم؟ بله، بخاطر از اینکه من در اون مکانه که هستم میبینم فامیلای زیاد میان و از مشکلات خانه و خانواده خود میگن، برای ما که مثلا ما چندین ماه شده کرای خانه خود را پرداخت نکردیم، و بعض اوقات که من فکر میکنم، پیش خود تفکر میکنم، این شکر میکنم که در خانه کرایه نیستیم و از لحاظ روحی و خانه روانی هم دارین که کرایه داده باشین؟ نه خیر. خب چون من اینو میخواستم پرسان بکنم که اگه تاخیر بکنه کرایه نشین و پیسه ای نداشته باشه برای پرداخت، آیا مهلت برش میتین یا نه؟ ما اگر از خود ما می بود باید از مهلت میدادیم، چرا که درک میکنیم شرایط مردم و سختی های مردم و این بالای روح روان یک شخص تاثیرگذار است، خصوصا در جامعه که مرد سالاری است و تمام امی مسئولیت خانه و خانواده بالای یک مرد است، او باید بره کار کنه و پول تامین کنه تا بتونه فرزندای خود و همون مکانی که زندگی میکنه رو را به اون شکل درست شیار بکنه. آقای تلاش، ما بخش خودمانی هم داریم که در اون قسمت هم پذیرایی میکنیم از شما و هم حرف های خیلی خودمانی تر با شما خواهیم داشت. بسیار خوب، بفرمایید. سلامت. بفرمایید در این قسمت، و جالب است که خوب ست کردین، هم با چوکی های اون طرف و هم با چوکی های این طرف. بله. آقای تلاش از خود است، مقصد بجای چوکی نگیرین دوستای عزیزم کاره بوتر. خب جناب تلاش عزیز، پیاله تنم پیش بیارین که دارین. تشکر. سلامت باشین. شما میزبان خوب بودین همیشه. قربان شما، ممنونتان. آقای تلاش، در بخش خودمانی ما معمولا اگر شما برنامه رو تعقیب کرده باشین، بله، خیلی پرسش ها خودمانی هست.
ما اول ایره میخوایم که بدانم چرا تلاش؟ خب به نظر ما انسان در زندگی خود نیاز به تغییر داره و تخلص تلاش زمان من انتخاب کردم که روی مسائل بود انسانی وقتی خودتون انتخاب کردیم؟ بله مطالعه میکردم در روی یک جایی را ما یک سایت را پیدا کرده بودم که گفته بودن اسم انسان بالا انسان تاثیرگذار است. بله. و از این خاطر ما تلاش را انتخاب کردم. در یک سختی بسیار کلان قرار گرفته بودم و حس می کردم که دیگه ناتوان هستم. خب مشکلات فامیلی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی همش را مد نظر می گیریم، این مشکلات بوده و به می خاطر گفتین حامد دیگه باید تلاش بکنه. تلاش یک شب بود که من تصمیم گرفتم و اون تصمیم باعث شد من یک تکان بده و اون تکان باعث شد که من تخلص را بالای خود بگذارم. تکان هر زمان میتونم مزاح بکنم، تکان چند رشتری بود تقریبا؟ خب هزار بود هم از بود کاری بود که من وادار به این کرد برم استاد شم بالای پای خود کار کنم، هم از بود علمیت و تحصیلات این بود که من خواستم تصمیم بگیرم برم به سمت علم و تحصیل، تحصیلات خود را ادامه بدم. و چی خواندی؟ هزار لحاظ. خب اولا من در بخش مکتب خود را در لیسی عالی ابیبیا به پایان رساندم، بعد رفتم رشته زبان ادبیات انگلیسی را خواندم. بسیار خوب. و در میان از اونم در کورس ها خواندید دیگه؟ در کورس ها خواندم، بعد واسه رفتم در یکی از دانشگاه ها، دانشگاه خصوصی. بله. بسیار خوب. ادبیات انگلیسی را شروع کردم و به اکمال رساندید دوره لیسانس؟ خب در جریان عمو بودم که تغییرات تبادلات و در جریان اینمی تغییرات ما تصمیم گرفتم قبل از تغییرات که بالای پای خود استاد شوم و من دوزدار تغییر بودم و همچنان دوزدار ازی بودم که دیگران را هم تشویق کنم. یک نهاد علمی را ساختم در کابل و از طریق از او هم میتونستم به خود و استیلا خدمت کنم، خود را سپورت کنم و هم چند نفر دیگر را بتونم سپورت کنم و ادامه دادم، تحصیلات خود را به پایان رساندم. و از خاطرات تلخ و شیرینی که معمولا همه ما و شما در زندگی تجربه کردیم، بیننده های عزیز که همین لحظه برنامه را میبینن، تجربیات تلخ و شیرین، خاطرات تلخ و شیرینی که شما هم تجربه کردین حتما بوده. زندگی پر از خاطره ها است، یکی خاطرات خوب و بد است یا شیرین و تلخ است این را میتونیم بیان کنیم. خاطره خوش ما زمانی بود که ما همی مرکز را تأسیس کردم و همو مردمی که می آمدن مراجعه می کردن و اهداف اونا را می دیدیم، اونا را تشویق می کردیم، این بزرگترین خاطره و خوشترین خاطره برای ما بود. و چی آموزش می دادیم بیشتر؟ خب ما چون رشته ما زبان ادبیات انگلیسی بودم، این بخش انگلیسی را تدریس می کردم، تقریبا 5 سال میشه که تدریس میکنم و در کناری بعضی سیمینارهای انگیزشی و روانشناسی را دایر میکردیم، هفتوار و تشویق میکردیم جوانا را. و خیلی کوتاه از امو سیمینارهای انگیزشی که برگزار کردین، در اونجا با چه افرادی بیشتر برخورد کردین؟ خب طبیعتا کسایی که برای سیمینارهای انگیزشی میان افراد مختلفی هستند، کسایی که روحیه خود را از دست دادن، امید خود را از دست دادن، یا کسایی که میخواین که تجدید قوا بکنن و روحیه مضاعف بگیرن. با این افراد برخورد کردید؟ طبعا افراد مختلف می اومدن اشتراک میکردن، تا او کسی که بخی ناامید بود از زندگی و میگفت دیگه همه چیز تمام است و همچنان کسایی می اومدن که اهداف داشتن و میخواستن کمی قدرت درونی خود را بیشتر بسازن و افزایش بدن و همچنان یک خدمت کنند و دیگر اشخاصی که همو مهارت هایی که دارن او را بر دیگرها همچنان شریک بسازن. و کسایی که امید خود را از دست داده بودند، برخورد شما با اونا چی است؟ ما از بود روانشناسی می آمدیم، اولا مشخص می کردیم که چی مشکلات دارن، بعد مشکلاتشون را در قالب یک ساختاری که می تونستیم با اونا انگیزه بدیم و اونا را پس بیدار بسازیم که همه موفق بودیم. بله در این زمینه خیلی کار کردیم، بسیار کسا کمک کردیم، حتی کتاب های رادیو می دادیم برشان که اونا پس امید بگیرن و برن به سمت زندگی خود و یک مسیر خوبی را شروع کنن. خب بخش بعدی بخش کمد برنامه هست و می خواهیم شما به زبان انگلیسی بخش بعدی را اعلان بکنین و وقفه بگیریم. Okay, dear audience, the next program is comic program and I wish you and want you to watch them. Thank you very much. You're welcome. باز زنگ زده، حالا میده چی بگویم؟ چرا قبل بفهمانم بدش؟ صاحب خانه بیا باز برش اک وزر میکنم.
سلام علیکم. سلام، خوب هستی؟ خوب هستین، بخیر، صحتتان خوب است، جانتان جور است؟ صحتت خوب است کاکا جان، بخیر هستی؟ شکر، زنده باش کاکا جان. یک سال شد؟ نه زیاد شده باشو، باید که دیگر از زیاد وقت پیشم مشناسی. او را نمیگم کاکا جان، از کرای خانه را میگم. یک سال شد بازی داده رایستی که مریض دارم، ما چم بیکار هستم، که ترست و ترست، ما کار ندارم. خب پیسه خانه مرا بده، یک سال از ششتی مفتی بی بی. ما دیگه ما بی بی قربان چاو قربان ما نشو، یک سال از قربان ما میشی. بی 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 خواله ندارم، ما میفهمی بیکاریست، بی وزلیست، هیچ یک رپا ندارم، مگر نیخو میدادم برد. هیچ کس در خانه کار نمیکند، پیسه بل برق مانده، از او مانده، باور کنید. برق بلوان پشت خانه ما روان کده بودی که ما پیسه شبتم چیز است، من ندارم، باور کنم. یعنی قرضدار قرضدار است از دکاندارام، از دکاندارام. مرد دیگه کار نیست کاکا جان، یک سال شد تو مرا بازی میتی که ما دیگه ما امروز خانهت میم برای پیسه را خلاص میکنی. ما چی بگویم دیگه، ولی میفهمی خودت، اینی شرایط است، اینی وضعیت آمده دیگه. تو ما میایم خودم خانه نزدیک میم، نزدیک خانهت میم. خانه من میگفتین بله، نه بله، یه نقاط کرد. سلام علیکم. سلام علیکم کاکا، خوب خوب هستی؟ بخیر سرت، من هستی؟ بخیر هستی؟ میگفتین خیر بود، من میامدم پیشتان. او گپانه زگه کاکا جان، کرای خانه را یک ساله را میتی یا نمیتی؟ ببین ندارم، میفهمین خانه هیچ کس نیست کار کنه. اول نو او روز پیسه قرض کردیم، روان کردیم بچه های ما خارج که کار کنن. او بیچاره هم در اونجا کار نکردن، او روز یکیش دستش سوخ، یکیش برق گرفته شد. گریان کنم بالت؟ ما را چی؟ پیسه کرای خانه ما را بده. یک سال است که پای بچه تو افگار میشه، بچه تو راو میگیره، برق میگیره، تو مریض داری، تو بیکار است، تو هیچ صاحب کار نمیشی. خاله چطور کنم، اینی شرایط است، خودتان میفهمین دیگه، بیوزل هستیم، بیچاره هستیم، نداریم. بگو حالا خانه ما نان خوردن پیدا نمیشه، بگو. نه نمیشه، باور که پیدا نمیشه، نان خوردن نداریم ما در خانه. حالا که نداره دیگه خانه نشی، برو دیگه جای بشی. اد نشی خانه نشی، برو دروی سرک بشی. اینمی امروز مرا تیر ازم و یک سال کرای خانه. ثوابتان میشه، قربانتان شم. خیر ازم یک سال ثواب کنیم. یک سال ثواب کنیم بیخی بر ما کافی. صبر کنیم، نمی مای دیگه روان میکنه بچه. وای مای دیگه روان کنه، تو از یک مورا بتی، دو مورا بتی، سه مورا، یک سال از سر چپ است. ایت مرا تیر زمی کرای خانه، مرا تیر زمی بل برق، مرا تیر زمی بلو سر از سوا در خانه اینمی در قد جل بسته که در جمع میکنی میری. بخی زنگ بزن یک کرو نشینه دیگه نبر که سایی کرو بتا. نه نه اوزر زنگ نزن، اوزر زنگ نزن، خودم میرم خودم. بل برق تب بلو تب جمع کو بخی، توشک مشک کل چیز تا جمع کو، تو زنگ میزنی نکو نکو. خیلی یک ساعت واره وقت وقت اینمی خانه، نیم ساعت وقت داری خانه رخ تخت. نیم ساعت خلاص میکنی، جمع میکنی خانه مانه. نمی نیم ساعت خلاص میکنی، بریم بریم خلاص میکنی، جمع میکنی. این در خانهش کده بود تا آمدی، برو خوب کنم خانه خودم هست. برو قربانت شم، خدایا دیگه تو ما را کمک کنی. مال کجا برم، کجا هم خانه را پیدا کنم که من کرا بشینم اونجا. خدایا تو صبر بده، یا هم نمیگن که نداره، پیر از زین از خیرن. برگشتیم، ادامه برنامه است. خیلی تشکر میکنم از همراهیتان تا این دم. خوشبختانه که مهماندار هستیم و قرار صحبت‌ها رو با مهمان دوم ما آغاز کنیم و امشب هم خوشبختانه بانو نفیسه سحر کریمی رو با خود داریم. فعال اجتماعی هستن و میخواین در مورد کرایه نشینی و اینکه چه مشکلات را یک فردی که خانه شخصی از خودش نداره متحمل میشه صحبتایی داشته باشیم. اما قبل از اینکه من طرف سوالات برم و از مهمانم دعوت کنم، جدار تشکر کنم از حامی مالی برنامه. شما ایزان اگر میخواین ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی سعادتمند داشته باشین، پس نوشیدن انرژی قوی صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنین. یک انرژی خوشمزه. اما مهمان من امشب تنها نیست، دخترکش هم با خودش آورده، ستایش جان قندول و خورترک، امشب حتما همراه ستایش هم صحبت میکنیم. بفرمایین بانو کریمی. شب بخیر، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدین. ستایش سلام. سلام عزیزم، خوش آمدی، بفرما. دلت کی طرف مادر جانت میشینی یا او طرف؟ طرف. کدام طرف؟ ای طرف درست است. اما طرف درست است؟ درسته. بانو کریمی خوش آمدین، کمره در خدمت شما میشه که سلام وقت بخیر داشته باشین با دوستا. تشکر شما هم، سلام و هزاران درود نثارتان باد. یک سلام پر از گرم و پر از محبت
خدمت هانه ده بیننده هایی که همین هک نون تلویزیون تولو را مشاهده می کنند و برنامه همشب را ما را بیننده هستند. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. من خوشحال هستم از حضورتان، از اینکه یک مادر نخبر امشب با خود داریم و ستایش قندول. قبل از اینکه برنامه بخیر لایف شوم از ستایش پرسان کردم که کدام رشته را دوست داره. گفت من میخوایم بخیر در آینده یک نطاق باشم. نطاق خورترک هم با خود داریم. با دوستا سلام علیکی میکنی؟ سلام دوستای عزیز. شبتان بخیر. خوشحال هستی که امشب با ما هستی؟ بله. زیاد یا کم؟ زیاد. چقدر قندول از دخترکت خانم سحر؟ ماشاءالله خیلی قندول است و نگفته نباید گذاشت و برنامه شما را همیشه تعقیب میکند تا که برنامه شما تمام نشه اصلا خواب نمیره. ای جان. اما متاسفانه بعض اوقات که برقا نمی باشه باز تکرار از او را تعقیب میکنه. قندولک. چقدر من خوشحال هستم که امشب یکی از علاقمندای برنامه زیبای امشب با خود داریم در استدیو ستایش قندول. حالا تعریف های اگر رقم از ستایش زیاد شد دوستان نگوید که سر اصل موضوع نمیرن. خواهش میکنم. خانم کریمی، خانه شخصی دارین یا کرایه نشین هستین؟ خوشبختانه بله خانه شخصی داریم، فعلا در خانه شخصی خود زندگی میکنیم. در گذشته ها هم در خانه کرایه بوده باش نکدین؟ سالای قبل یک مدت در خانه های کرایه زندگی می کردیم، البته یک مدت کوتاه بود. حال خوشبختانه خانه شخصی است. آها، احساس امنیت، احساس آرامش میکنین درست؟ الحمدلله. ما از گذشته ها میخوایم از خودتان بپرسم، زمانی که کرایه نشین بودین در خانه کرایه زندگی میکردین، چه احساس داشتین و دقیقا با چه مشکلات روبرو بودین؟ اولش که همسایه خوب داشتن یکی از نعمت‌های الهی پروردگار است که مادر باید در جای کسی حقوق خود و همسایه را باید در نظر بگیره. مثلا خود همی کرانشینی که است یک عایدات خوب به مالکین خانه و آپارتمان ها می باشد. بله. دیگه یکی منبع اقتصادی به اون نفر می باشد. اما انسان ها باید کوشش کند که خودشان از خود یک خانه شخصی که از همی عایدات که دارن یک ذره پس انداز کند باید داشته باشد. او تو احساسه که جای سکوت و آرامش که خانه خود آدم می باشد، خود سکوت مسکن خود آدم می باشد، دیگه جای شده نمیتونه. دقیقاً. اما داشتن یک خانه شخصی خب آرزوی دیرینه بشر بوده، هر کس بله. دوست داره که یک خانه شخصی داشته باشه. اما ایزانی که خب در خانه های کرایه زندگی میکنن، از هر کدامشون اگر ما سوال کنیم و بپرسیم که خب به چه دلیل، به چه علت اینا کرایه نشین هستن، شاید صدها موارد باشه که از جمله فقر، بیکاری، این مشکلات هم وجود داره که یک فرد نمیتونه از خودش خانه شخصی داشته باشه. نظر به درآمدی که ماهانه پیدا میکنه نمیتونه که واقعا خانه بخره. از بود جامعه شناسی اگر بگوین در مورد خانه های کرایه، چون افغانستان که از خود کابل که از مرکز افغانستان است پر جمعیت ترین پایتخت می باشه خود کابل، چون تعداد زیادی از ولایت ها مسکن گزین در خود شهر کابل شده، نظر به دلایل مختلف، نظر به بودن مکاتب پوانتون ها و وظیفه های دولتی ولایت های خود را ترک کردن، دوباره در خود کابل آمده پر جمعیت ترین جای را یا مکان را تشکیل دادن. دیگه همو هست که مثلا دلیل های مختلف است که خیلی مردم را از خانه هایشان بیجا کردند. دیگه زیاد تعداد زیادشان در خود کابل مسکن گزین شدند. خب ما میخوایم از ستایش جان قندولم سوال داشته باشم. ستایش چند ساله هستی عزیزم؟ شش ساله هستی. صنف چند مکتب؟ صنف دو شدم. صنف دو شدی. مطمئنا دیگه ستایش ما که در آینده بخیر در رسانه کار میکنه، ستایش دیگه دقیقا در این قسمت میباشه اومده جای تو در آینده ها بخیر. اما تو با سوالای سخت خواستم پرسان نمیکنی؟ نخیر. خب امرای خورخوندگه که در مکتب بخصوص امرای دخترکایی که خب در خانه تان امسایه هستن، بله. در گردابر خانه تان چه قسم رویه میکنی ستایش؟ خوب رویه میکنم، تو آزر از دست چند نمیکنم. آفرین. دیگه وقتی که کدام چیز میگن، من اگر از من که میخواین بخشش بخواین، من میگم نخیر، من از من بخشش نخواین، من از شما بخشش میخواین. چی دختر شیرینه، چقدر صحبت های مقبول میکنه. من امیدوار هستم ای استعداد تمام والدین خوب بتانن یا اجازه بتن و فرزندانشان که این استعدادهای درونیشان خوب رشد کنن، مثل ستایش جان که امشب با ما هستن. چند تا خورخونده داری در دوربر خانه تان؟
سه چهار تا هست. کت کدامش زیاد صمیمی هستی؟ کت یکیش آسانات هست. خب. کت از زیاد صمیمی. کت آسانات زیاد صمیمی هستی. کارم میکنین یگان دفعه؟ یگان دفعه یک. یگان دفعه یک کار میکنین. ما بخش خودمانی هم داریم. سوالات زیاد به ذهنم هست که حتما از شما در بخش خودمانی ما میپرسم. اما حالا از موضوع برنامه ما دور نشیم. خب به نظر شما مسئولیت حکومت سرپرست و همچنان شهرداری کابل در این قسمت چیست که لااقل خانواده ها قادر به این باشند که ماهانه یک مبلغ معین را پرداخت کنند، البته کسانی که در خانه کرایه زندگی می کنند یا در کنارش بتونند خانه شخصی از خود داشته باشند؟ چون گفتیم که مثلا آل تحولات که در اخیر چشم دیدی ما همه ما میبینیم خانه گرفتن خیلی مشکل شده بله. و اما یک تعداد که در خانه هایی که مثلا کرایه زندگی میکنند باید از تمام از امو مالکین از امو آپارتمان ها خانه ها تقاضا میکنیم که با پول ناچیز از پیشان بگیرن چون میبینیم که ما شما که چشم دید خود ماست که وظیفه ها نیست اگر باشم بله. و بسیار معاش هندک است قیمت امو اما مصارف اما خانه و خانواده را یک فامیل بدوش است امور پیش برده نمیتونه بله. و کراها هم که است یک چیز یک عواید است که به خود مالکین از او شخص بسیار یک عواید خوب میباشد اما کسایی که کراها میته به او بسیار یک پول گذاف است نمیتونه که امور قیمت شبه پردازه از امو خواه از امو سبب است که از تمام مالکین خانه ها آپارتمان ها تقاضا دارم که یک ذره در قسمت پایین آوردن کرای خانه یک ذره توجه کنند و مدارا داشته باشند واقعا وضعیت دست هم وطن خود دیت حالا دیت شرایط باید بگیره بله واقعا وضعیت اقتصادی که خب در کشور ما همین ما برای ما آشکار است و میبینیم زیاد از خانواده ها هستند که با در نظر داشته درآمدی که ماهانه دارن نمیتونن که خب کرایه خانهشون رو پرداخت کنن. من یک نظر دارم اگر همکارام با من موافق باشه من میخوام بخش خودمانی ما رو همین قسمت داشته باشه. بله همکارام با من موافق است. تشکر میکنم از همکارای خوبم. ما بخش خودمانی داریم. کلا دیگه بخش ما از یک قسم سوالات و موضوع برنامه دور است. کلا خودمانی صحبت میکنیم. مطمئنا که برنامه را دنبال میکنین شب در خانه و با روال برنامه آشنا هستین. در ابتدا یادآوری شدم گفتم تا که ما برنامه شما رو نبینیم اصلا خواب نمیریم. خیلی تشکر. سلامت باشین. حمایت شما است که باعث میشه ما روحی بیشتر بگیریم و بتونیم برنامه رو به بهترین شکلش به دوستا تقدیم کنیم. از ستایش ما میخوایم آغاز کنم. ستایش قندول که دوست داره تشکر میکنم از همکارای مونا هم واقعا با صحبتایشان حمایت ما کردن دقیقا همین لحظه ستایش ما که دوست داره در آینده به خیر نطاق شوه بله خب در سایت که منظم میخونی بله خب اگر در دانشگاه کابل در ژورنالیسم کامیاب نشی که مطمئنا میشی بله. بعد او کدام رشته را خوش داری؟ بعد از اینکه اگر کامیاب نشم میخوام دکتر شوم. دکتر شوی. چپن سفید بپوشی ها؟ بله. اما به نظر من طرز گفتارت خیلی مقبول است. خیلی شیرین صحبت میکنی و خودت بخیر دیگه که نطاق شوی به به. بله. خب چند سال هستین خانم کریمی؟ یک مثال است که میگه که از مردم ما شه پرسان نکنه این از خانم ها سال شه اما ما مخالف گپ هستم چون سن دو سال یک عدد است بله عمر بله. در گذر است و میگم 28 سال هستم 26؟ 28 ساله 28 ساله هستم بله بله خوب است تابوهای ذهنی ما کلن بشکنیم و قسمی که شما هم گفتین من یه حرف همیشه در برنامه میگم که سن یک عدد است بله. صاحب چند فرزند هستید؟ صاحب یک فرزند فقط ستایش جان؟ بله قندولکم من قبل از اینکه برنامه لایف شوه ازش پرسان کردم ستایش جان چند خواهر برادر هستین؟ گفیر از مادر جانم بپرسین در آشپزی چطور هستین؟ دستتون میگرده؟ اگر شاید امیال یک تعداد دوستا برنامه من ببینه بسیار دستپخت مزدار دارم حتما از دید خورخانده همکارا و دوستای که هستند باز اتصابی که مثلا معاشق من تو آی خانم اینا را قابلی خوبتر میپزم من تا تیم امشب کلشانم و توشکمشانه دوست دارن
دلشان آی خیرم ما در خدمتشان هستم. شما آماده میکنین اینجا میارین یا خانه بیاییم؟ در کدامش که ناراحت هستن و ما کدام مشکل نیست. اگه باید همکارا پاسخ بگوین که مهمان میشن یا خانم کریم اینجا بیاره. دوستا صدا میکنن میگم اینجا بیارن. خود درست هستش مشکل نیست میارم. حتما میارم. تشکر از شما. باش که من ستایش پرسان کنم. ستایش جان دستپخت مادر جان شکل خوش داره. اما کدام غذا مادر جانت مزه دار پخته میکنه؟ ام قابلی خب همه چیزاش مزه دار است اما زیادش آی خانم خودت کدام غذا را خوش داری؟ زیاد آشک و منتو آها دختر عوضانه خور است دیگه کدامش را باز خوب میتونی پخته کنی؟ من بولانی بولانی؟ بله دخترتان زیاد ماشاءالله شیرین است حالا اما گفتیم ما افغان ها چشمی نشه بهترین روزی که در زندگیتان تا حالا اتفاق افتاده و همیشه وقت از او خاطره قشنگ یاد میکنین کدام روز است؟ یکی از خاطرات یکی از اتفاق جالب که پیدا شدن دخترکم بود که بسیار مرا تا انرژی داد بسیار دوستش داشت دارم و همیشه خواهم داشت که اگانه کس که فعلا در کنارم دارم امیگه کس دخترکتان است بله. برای مادرها واقعا زمانی که اولین کودکشان اولین فرزندشان در آغوش میگیره بهترین لحظات بهترین روز است که مادر میشن و احساس میکنن که مادر بودن همشی اس قشنگی داره تا نو سفر کردین؟ نه هر نی سفر نکردیم ولی سفرهای ولایتی کردیم خب ولایت زیبای کشور ما را که مطمئنا چکر رفتین بله بله کدام ولایت خیلی زیبا پیدا کردین؟ مزار شریفه با ستایش جان رفته بودین؟ بله تخار رفتیم مزار رفتیم قندز رفتیم و جلال آباد مطمئنا از غذاهای فرهنگی شان هم از غذاهایی که هوسانه یعنی هر ولایت غذای خاص خودش داره استفاده هم کردین بله بعضی از غذاهایشان کپی کردیم به اصطلاح تقلید شان کردیم و یاد گرفتیم خب بسیار خوب مثلا چی رو کپی کردین بسیار یک سمبوسه مزه‌دار طرز جور کردنش متفاوت است مزار داره و او رو یاد گرفتیم و یک رقم شینوار کرایی که در جلال آباد پخته میشه اونا را خیلی تشکر خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب وقت گذاشتین به برنامه ما تشریف آوردین تشکر از ستایش قندول و صحبت های بسیار خوبتان اما دلم میخواهد که وقفه را سر ستایش بگیرم دوستای عزیز یک وقفه کوتاه دارم دوباره زود بزود برمیگردیم خیلی خوش برگشتید همچنان در خدمت شما هستیم بخش پایانی برنامه است امشب از ابتدا تا حال در رابطه با کرایه خانه سرسام آور بودن کرایه خانه بی‌انصافی برخی از کرایه خانه صاحب خانه هایی که در رابطه با مستأجرین خودشان یا کرایه نشینای خودشان انجام میتن اما در کنار تمام از اینا خیلی از صاحب خانه ها صاحبخانه های فوق العاده با انصافی هم هستند که ما دعا میکنیم که خداوند همیشه اونا را در پناه و عصمت خودشان صحتمند و سلامت داشته باشه. ای که یک تعداد از صاحبخانه ها کم لطفی میکنن، کم مهری میکنن، شاید برگرده به مو اقتصاد ضعیف خودشان. درست صاحب خانه هستند و خانه را برای یک فرد دیگه، یک خانواده دیگه کرایه داده. اما نیاز به این هست که یک مقدار مدارا هم شو امرای مستاجرین و کرایه نشین ها جالب اینجاست چند نکته ای را که من میخوایم خدمتان فهرستوار بگویم یکی از موارد ای است که برخی از بنگاه های معاملاتی که خانه به کرایه میتن به رهن میتن یا برای خرید و فروش هست جالب است بخاطر از این که کمیشن یا کمیسیون خودشان را زیادتر بگیره خود از اونا کرایه را از اون چیزی که صاحب خانه گفته بلندتر به خاطر از این که یک مقدار عاید بیشتر از دو طرف داشته باشه لطفاً کسایی که در این زمینه کار میکنن در این زمینه خدمت میکنن خدمات رسانی میکنن لطفاً این مورد را در نظر داشته باشن که مردم ما فوق العاده به کمک های همه جانبه از هر نگاه ضرورت داره خصوصا کسایی که کرایه نشین هستن نکته دومی که خیلی مهم است برخی از صاحب خانه ها وقتی که خانه را میخواین به اجاره بتن یا به گروی بتن به عبارتی درست هستی که خانه را میخواین پس در آخر سال یا در آخر قرارداد وقت قرارداد خانه را به امون شکل باید تحویل به کرایه نشین در یه چکی نیست
و صاحب خانه هم از کنار ازی به سادگی نمیگذرد، چون در مون روز اول تمام نطپرداری ها میشه. چند تا گروپ است، چند تا کلکین است، کدامش شکسته، کدامش جور است، اینا تمامش هست. اما خدا یار جان یگان تا صاحب خانه وقتی که پرسان میکنه که چند نفر هستین، اگر گفتین خود مستم، خانوم مستم، خانوم مست، یک یا دو نفر دیگه اولاد داریم، به محضی که اولاد دوم یا سوم که میگی، میگم ما خانه رو نمیتیم. خیلی جالب است که یکی از دوستا بر من قصه میکرد، میگفت به قدری من از این صحبت صاحب خانه ناراحت شدم که بدون از این که دیگه حرفی بزنم، گفتم من اگر خانه را شما برای من بتین، ما حاضر هستم که من فرزند سوم خدا یا فرزند دوم خدا که شما به خاطر از او خانه را برای من کرایه نمیتین، در پیش پای خودتان چاقورم در دستان میتونم که بیاینم گردن از امور را قطع بکنین. ما یک خانواده های سنتی هستیم در کشور ما، که جالب اینجاست که در بین تمام کشورهای دنیا شهر کابل با عنوان پنجمین شهری است که تولید و زاد و ولد درش زیادتر هست. اما بیایم یک مقدار انصاف بکنیم، ما خانه را پس به شکل اول میگیریم، صاحب خانه ها خانه را به شکل اولش پس میگیرن، اما نیاز نیست که دیگه اینقدر فشار بیاریم، اینقدر که خدای نکرده او را از اولادش هم بیزار بکنیم، از خانوادهش هم بیزار بکنیم و از زندگی و آرامش روانی هم ازش بایسالا و ای را توقع داشته باشیم که دیگه او را هم ازش بگیریم. لطفا این مدارا را با کرایه نشینای خودتان بکنین. یکی از موارد دیگه بدرفتاری همسایه ها، خصوصا همسایه هایی که در آپارتمان ها زندگی میکنن. برخی از خانواده ها متاسفانه فرهنگ آپارتمان نشینی را فراموش کردن، او را در نظر نمیگیرن. برخی از خانواده ها که به مو شکل سابقه حولی هایشان هست، چندین خانواده با چندین طرز تفکر و نگاه در یک حولیه که دور تا دورش خانه ها فرا گرفته، چندین خانواده زندگی میکنن. پس نیاز است که ما شما یک مقدار با هم مدارا بکنیم و صاحب خانه ها هم ضمن از اینکه سهولت ها را برای کرایه‌نشین ها به وجود میاره، از طرف دیگه مدارا هم امرایشان داشته باشه. خیلی کوتاه، در آپارتمان ها یکی از مواردی که خیلی ناراحت می سازه کسانی که ساکن هستند در او آپارتمان ها، رفت و آمد کسایی که در منازل بالا یا منازل پایین هستند. هیچ دقت نمی کنند که چی وقت روز است، چی وقت شب هست. در هر زمان با صدای بلند صحبت می کنند با هم دیگر که گویا فقط در همونجا اختصاص داره که همونجا باید صدای کو داره، خوب صدا نشر میشه، همونجا خوب میتونیم صحبت بکنیم. از طرف دیگه بسیار با صدای بلند گام برمیدارن و این گام برداشتن بلند و صداهای کوری پای مردانه یا زنانه فرق نمیکنه، اما احتیاط شرط است و مدارا کردن و حق تقدم را به همسایه دادن و بها دادن به ارزش های آپارتمان نشینی را هیچ وقت فراموش نکنیم. سه شنبه خوبی را براتان آرزو میکنم. فردا سه شنبه هست و روزها و ایام به کامتان. خدا نگهدار.